Nasim Dusmatov ve Davron Mustafoyev, du sokini vilayeti Sug dar tepa ya mavzei Ruhaki Nohi Bobojon Ghafurov ba parvarishi sadho sarxuk mashghulan. Harchand dar nazdikihoi in mintaqa odamon zindagi namekunand, vale zaminhoi onro maqomot kishovarzi meguyand va bo obyori kardani on umed az hosili ziyod dorand. Justujuhoi ma malum kard ki in inshoot va mavzei fermai khukparvari qablan istgohi traktorho va naqliyothoi kishtukor budaast. ولی چند سال اخیر در اینجا خوک‌های خانگی را پرورش می‌کنند و به طلبگاران می‌فروشند. طبق اطلاع ما بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسولوف شمار خوک‌ها در اینجا زیاد شده است و احتمال می‌رود که آن خوک‌ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت ویدیویی انجام دهیم ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پس مانده های خوک ها به قبط حاصل خیز زمین زیان رسانده است. در اونجا تقریبا 100 سر خوک پرورش می یابد و برای افنا ساندن منبع های اطراف حفظ محیط زیست ایفلاسیو آوردی ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که اولو معین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است 6000 سومو و دیگر واقعی هم است خاموش کنی هم است که عموما این به اجازه در این منطقه همین فرمی خوک پروری فعالیتش برام مونده است. داوران مصطفی یکی از مالکان این فرم میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفی این اتهام را برایش سنگین میداند و میگوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. به قول داوران مصطفیف در این فرمه حدود 50 سر خوک با او تعلق دارد و بیشتر از 300 سر خوک دیگر را نسیم دوسمانتوف بعد بسته شدن فرمهش در ناحیه جبار رسولوف به اینجا آورده است. خود نسیم دوسمانتوف که نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به ناحیه یاوان برده است. ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسماتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند و 300 خوک داشت اما می گفت از ناچاری می پرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز می کنند هرچند شماره کمی افراد آن را برای طبابت استفاده می برند. ولی مالکان فرمه خوک پروری می گویند طلبگاران آنها اساساً چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات های مهم در تاجیکستان کار میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بابا جان غفوروف.